شایان صمیمی کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو همراه ما هستن. جناب صمیمی، متشکرم از حضورتون در برنامه. من رو اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم، تو جایی که من میدونم آمریکا عملاً چنین عنوانی رو برای سپاه در نظر گرفته، بریتانیا هم اگرچه در عمل کاری نکرده اما حداقل در کلام موافقت‌هایی رو نشون داد. با این اوصاف، این مواردی که مطرح شده به عنوان یک سازمان و به عنوان گروه دولتی اساساً چنین چیزی ممکن نیست، حاکی از چه است؟ قبل از هر چیز اجازه بفرمایید درودی خدمت شما داشته باشم و شادباش نوروزی خدمت شما و بینندگان بسیار محترم عرض بکنم. آرزوی تندرستی و شادکامی داشته باشم. در پاسخ شما بایستی عرض بکنم، بله، در سال 2018 عربستان سعودی هم سپاه پاسداران رو وارد لیست سازمان‌های تروریستی کرد. سال 2019 ایالات متحده آمریکا این کار رو کرد. در حال حاضر بریتانیا علارغم اینکه هنوز این اقدام رو انجام نداده، ولی گفته ما سازمان سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد میکنیم، ولی هنوز جزء لیست نذاشتن. اونم به خاطر ملاحظاتی که من فکر میکنم بیشتر سعی میکنن از راه کجدار و مریض بخوان با جمهوری اسلامی کنار بیان. اما استرالیا چرا این کار رو کرده؟ من فکر میکنم که این وابسته شدن به اینکه سپاه یک سازمان دولتی هست یک بهانه بیش نیست، برای اینکه در همین درخواستی هم که در استرالیا مطرح شده بود اعلام شده که سپاه پاسداران نمیتونه یک سازمان و یک نهاد دولتی باشه از یک طرف، اما از طرف دیگر حامی عملکرد تروریستی در سراسر جهان به ویژه از طریق سپاه قدس و حمایت هاش از داعش در دنیا باشه. پس این گفتگویی که دولت استرالیا حداقل شروع کرده یا وزارت دادگستری استرالیا شروع کرده، من فکر میکنم به خاطر ملاحظات اقتصادی است که میخواستن فعلا روابطشون رو با جمهوری اسلامی به هم نزنن، که آمدن از این مسیر استفاده کردن که بتونن برای خودشون راه فراری ایجاد بکنن. حالا این مورد مشخص اگه فرض بر اقتصادی بودنش بگیریم، اگر عقب‌تر بریم، خبرش رو چند دقیقه پیشتر داشتیم، این که ایران با وجود درگیری‌هایی که گروسی با ایران و با تهران داره در حال حاضر به عنوان ریاست NPT اگه اشتباه نکنم شناخته شده، این مورد آیا نمیتونه سیاسی باشه به نظر شما؟ 100% این اصلا هیچ شکی درش نیست. برای اینکه ببینید، شما وقتی که همونجوری که بانو رحمتی هم فرمودن در گزارششون، انگار که شما بیایید آقای پوتین رو بکنید رهبر بررسی بی خانمانهای اوکراین، اصلا یه همچین چیزی واقعا مسخره است. ولی دنیا الان من فکر میکنم به این فکر رسیده که باید با جمهوری اسلامی از یک راه تعاملی پیش بره. چرا؟ چون دردسرهای دیگری داره که میخوان اول اونها رو بتونن خاموش بکنن، ولی اشتباه بزرگشون همین هست. دنیا سمی، تعامل یه بحثه، اصلا من احساس میکنم این اقدامات فراتر از تعامل، یک نوع امتیاز دادن محسوب میشه، آیا اینطور نیست؟ دقیقاً. چرا؟ برای اینکه ببینید، شما وقتی که در راستای یک عملکرد دیپلماتیک شما میایید یک سری کوتاه آمدن‌های متداوم رو از خودتون نشون میدید، در صورتی که طرف مقابل نه تنها کوتاه نمیاد بلکه گستاختر هم میشه، این دیگه نشانه منفعل بودنه و عقب نشینی کامل. این دیگه بله، و نشانه عقب نشینی کامل هست. حالا به چه دلیلی اینا دارن این کار رو میکنن؟ من باز فکر میکنم که اینها همه و همه خودشون رو نیازمند این میدونن که در حال حاضر با جمهوری اسلامی وارد یک تخاصم نظامی نشن، در صورتی که نیازی به تخاصم نظامی نیست. جمهوری اسلامی همیشه از قبل هم نشون داده که اونجایی که بهش سخت گرفته بشه و ببینن که دیگه راه فراری ندارن تسلیم میشن، حالا چه نرمش قهرمانانه باشه چه جام زهر باشه. متشکرم از شما شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی، که اینجا در استودیو همراه ما بودیم.